حیاتی سوکنونی چسوب یار زیر صدای تیر میگذرد. این شهر که در 10 کیلومتری غربی بخمود جایگیر است و مکان زد و خورد شدید بین نیروهای روسیه و اوکراین تبدیل شده است. پیش از حمله روسیه در اینجا تقریبا 14,000 نفر زندگی میکردند. حالا همگی چند هزار کس ماندند. نتالیا نفقش رو انتظار است. وضعیت چندان بد نبود. حالا تماما هزوم نموند. ما در فکری رفتن هستیم. در شهر کراماتورسک نیز واقع در غرب بخمود وضعیت بهتر است. برق و علاقه دسترس و مغازه ها کار میکنند. اما تیرپرانی هم جای دارد. شبی گذشته ما را 6 مرتبه به ساعت 3 شب و 2 بار ساعت 4 صبح تیرباران کردند. اختیاریان محلی از سازمان خیریوی فرشته های نجات برای کوچانیدن اهالی آسایشته از کراماتورسک به غرب اوکراین افتوبوس آوردند. یوگنی پاوینکا میگوید 8 سازمان دیگر غیر تجارتی نیز با کمک خیریه از سراسر جهان در بیرون برآوردن ساکنان یاری میدهند. از همه جا کمک میآید. خویشاوندانم در امریکا نیز به من دستی یاری دراز کردند. با این پول ما برای پناهجویان تلفن و پایافزال و غذا میخریم. جیانی یوگینی آلینا پاوینکا زمانی با والدینش به امریکا کوچید که 8 سال داشت. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، با جمع‌آوری پول و خیریه برای مردم کراماتورسک آغاز نمود. اویله ها در امریکا برایشون پیوسته میگفتند که باید اونجا رو ترک کنند. ولی اونها در جواب میگفتند که به هیچ کجا نمی روند. بعدا ما فکر کردیم که همه چیز خوب است و اونها میخواهند به دیگران کمک برسانند. ولی خودشون به دستگیری ما نیاز دارند. آنا با امید کوچولیده شدن به مکان امن با فرزندانش به کراماتورسک آمده است. شهر دیگر به خطر نیست. روز از روز بدتر می شود. خانه ما از موشک کم ضرر دید. هوا سرد است. گاز نیست و خوراک را می باید در بیرون در علاو پخت. افتوبوسی که از جنوب اختیاریان تشکیل شده ساکنان را از کراماتورسک و شهرهای گرد و اطراف آن به دنیپر و کیف می برد. آنها امیدوارند در مکان نو سرپناه یافته زندگی امن خواهند داشت.